حاجی آقا آتیش داری؟ اومنی؟ آره عزیزم آقا قرمونه دست نه نمیخوام تعارف نکن بابا نه نمیخوام بابا واسه خودت ورش دار دست درد نکن بابا خجالت نکش خودت خواستی سلام من حمید سهرابیم خیلی خوشحالم از اینکه پای این کلیپ نشستی امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت باشی خوشمزه بازی رو بذاریم کنار اگر اولین باره که کلیپ منو میبینی و هنوز مشترک کانال من نشدی میتونی از این پایین کانال ما سابسکرایب کنی اگر زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنی هر وقت که کلیپ جدید بدم مطلع میشی میتونی بیای ببینی تو این اتفاق یاد میگیری که یه آتیش خیلی بامزه رو انیمیت کنی توی نرم افزار افتر واسه انیمیت آتیش هزار تا راه وجود داره فقط یکی راه و دوتا راه و ستا راه نیست هزار تا راه هزار تا پلاگین هزار تا افکت من یه کلیپ قبلا اینجا گذاشتم بهت یاد دادم چجوری موج دریا بسازی و یه کشتی و توش یا قایق و توش انیمیت کنی این کلیپ هم از همون تکنیک استفاده میشه همون موج دریا بود همون موج واسه اون آتیش خوشگل استفاده میکنیم ولی با یه پارامترهای متفاوت خب وارد دنیای افتر افکت بشیم به هر حال تا متوجه قصه چی بشیم این از نرم افزار افتر افکت نازنین اول طبق معمول یه کامپوزیشن کنترل ان اسمشو بذار فایر یا هر چی ده 80 در ده 80 که مهم نیست هر سایزی که خودت دلت خواست وی تو هایتشو مشخص کن 20 ثانیه کافیه کفایت میکنه و انتر کامپوزیشن خب الان چی نداریم یه بک‌گراند کنترل وای بزن یه بک‌گراند مشکی یا سفید من میگم مشکی اسمشم بذار بی جی که یادآور بک‌گراند باشه قفلش کن که دیگه نتونی تکونش بدی حالا الان ما بستر آماده است باید چی کار کنیم باید خود آتیش رو درست کنیم آتیش رو من میخوام ماسک کنم یعنی چی؟ یعنی اول یه سالید دیگه بسازم یعنی کنترل وای و بیام اینجا یه سالید سفید مهم نیست سفید باید حتما باشه نه مهم نیست قرمز تو درست کن بیا کنترل شیفت وای بزن اصلا قرمزش کن مهم نیست عزیزم میخوام بهت بگم که دستت خیلی باز حالا جی بزن که ابزار پنت انتخاب شه بیا شکل آتیش رو روی این بکش کما که این لایه انتخابه ببین اگه این لایه انتخاب نباشه وقتی پن میکشی یه لایه جدیدی یه شیپ لیر جدید میسازه پس یادت باشه حتما لایه رو اینجا انتخاب کنی یعنی لایه رد سالیدی که ساختی رو اول انتخاب کن بعد بیا آها یه شکل آتیش اینجوری رسم کن میبینی این از این شعله آتیش این شکلیه دیگه شبیه قطره آبه ولی این چیش کمه آتیش زبر نیست که اینقدر تیز نیست که چجوریه یکمی نرمه پس آلتو نگه دار کما که ابزار پنت انتخابه آلتو نگه دار یک کلیک بزن روی این دوباره آلتو نگه دار یک کلیک بزن روی این دوباره آلتو نگه دار یک کلیک بزن روی این حالا برده اینو بکش پایین پس یادت باشه این رد سالیدت حتما انتخاب باشه با این حرکت ها رو بزنی ببین من حالا اینو انتخاب کردم دیگه نمیتونم اینو دست بزنم پس ببین یادت باش اگه اینو انتخاب کنی یه سری نقاط میاد اینجا نقاط قرمز اگر تو در واقع این نقاط قرمز رو بگیری بکشی اون اسکیل شکل تو داری بازی میدی ولی اگر این نقاط دایره شکل رو این که مربع این نقاط دایره شکل رو بگیری بکشی میتونی خود آتیش رو تغییر بدی پس یادت باشه ایز حالا اینو انتخاب کن وای بزن این انکر پوینت ها رو بنده وسط آها وسط حالا مهم من میستم اینجوری توی اون کلیپی که بهت گفتم اون موج دریا رو ساختیم اون قایق رو توش انیمیت کردیم تحت چه افکتی ما این کار رو کردیم اگه نهیدی برو ببین تحت افکت ویو وارپ اینو بگیر بکش بنداز روی این یا روی لایه آها ببین یه موجی داد اسپیس میزنی خب یه آتیش خسته اینجا داریم بیشتر شبیه گدازه است خب باید باش بازی کنیم ببین ویو هیت داریم که ارتفاعشه وردا الکی زیاد کن ببین چه اتفاقی داره رقم میزنه ارتفاع این امواج رو داره زیاد میکنه میبینی وقتی ارتفاع زیاد بشه خب اینا خیلی تو همن من میگم ارتفاعش خوبه ولی خیلی اینا رگباری کنار همن پس بیا وی تو هم زیاد کن یعنی تعدادشون کم بشه یکم فاصله شون زیاد بشه و نتیجتا چی بشه تعداد کم بشه
ولی در هر صورت این ویو هایت زیاده. اینو بزن مثلا 75، اینو مثلا بزن 100، اوه 100 خیلی زیاد، اینو بزن 25، 75 خیلی زیاد، اینو مثلا بزن 200، 200 هم خیلی کمه، 75. نگاه کن الان تقریبا یه آتیش داری، ولی آتیش نیاز داره که یه کمی چه میدونم این 50 باشه، این 25 باشه، یا حتی این 60 باشه، و اینکه اینو صفر بذار، حتما این دایرکشن صفر باشه که رو به بالا شکل بگیره. میبینی حالا شد آتیش. اگه این دایرکشنه مثلا یه ذره کج باشه، نمای آتیشت کلا به هم میریزه. میبینی؟ پس اینو صفر کن که رو به بالا شکل بگیره و شعله ور شه. اینجوری نگاه کن، حالا شکل آتیش گرفت. حالا تو اینا رو باش بازی کنی بهتر به اون نتیجه میرسی. میبینی من نیم ساعت داشتم خودمو میکشتم سر ویف های تو ویویت. خب لام از سپیه دایرکشن رو اول صفر کن، بعد هم با پارامتر رو بازی کن. پس اول دایرکشن رو صفر کن. این آتیش یک کمی ویتش جا داره زیادتر بشه. این علیه یه آتیش خوشگله. سرعت آتیش کم آج آقا، چه وضعش؟ بیا ویو سپید رو از یک بکن دو، سرعتش دو برابر میشه. حالا شد آتیش، حالا یه آتیش خوشگله. اینو ببینم چهل کنم چه جوری میشه. نه دیگه خیلی زایه میشه. یا حتی میتونم اینو 50 کنم، ولی به این نسبت اینم زیاد کنم. نه دیگه آتیشمون خیلی در واقع جنگی میشه. اینجوری خوبه. خب حالا این یه مدله. ببین یه مدل چیه؟ سین ساین نمیدونم. هر کدوم از اینا یه اتفاقی رقم میزنه. اگر اسکوئر بزنی به شکل مربعی یا آتیش پیکسلی انگار درست میکنه، یا اگر چه میدونم تراینگل بزنی یا آتیش شکسته. اینم باحاله. میبینی ابسترکته، ابسترابش میگن، چه میدونم انتزاعی میگن، چی ساوتوث نمیدونم، من انگلیسیم چون خیلی خوبه بعضی وقت اشتباه میکنم. میبینی انگار که این داره میره سمت چپ ولی نمیره. اوه چه اصلا چه اتفاقات بامزه ای است. به همه اینا رو بیا تست کن. میبینی اینم باحاله، یا آتیش بامزه. سمی کری جان نمیدونم، خیلی سخته. یه اتفاق خیلی باحال، اینم یونی چی؟ چون اینقدر سختی عزیزم. بابا یه کمی باید دادم بره اول اینا رو دیکشنری بزنه بعد بیاد اینجا. به هر حال میبینی هر کدوم نسبت به اون اسمی که دارن یه شکلی هم به هر حال دارن میگیرن. نویز خیلی باحاله ولی خیلی شدیده. اگر بخوایم نویز رو درست کنیم بیشتر شبیه آتیش میشه تا اون سینی یا ساینه. مثلا چی کار کنم؟ مثلا ویتشو خیلی زیاد کنم، خیلی. ببین به حدی که دیگه اینجوری بشه. از طرفی هایتشم یه کوچولو میتونم کم کنم، سرعتشم یه کوچولو کم کنم، مثلا در حد نیم. این باز بیشتر بشه و اینکه اسموث نویزه بهتره. آره این بیشتر شکل آتیشه، منتها باید یه ذره این کم بشه. یه ذره اینم زیاد کنم اینجوری، تازه داره شکل آتیش میگیره به خودش. میبینی؟ پس اسموث نویزه خیلی آتیشی تره تا این ساینه. میبینی؟ حالا ساینه که با پارامترش فرق داره. پس یادت باشه ویو تایپ رو روی هر چی که میذاری باید پارامترم نسبت به خودش تنظیم کنی. من میتونستم بذارم ساین سری بیام بگم، ولی تو بیا مو تست کن اینا رو. ببین مثلا من گذاشتم روی اسموث نویز، روی این پارامتر جوابتره. مثلا منفی 75 با چه میدونم مثلا 900. میبینی این آتیشش خیلی باله ولی سرعتش رو باید دستکاری کنی. میگم هر کدوم از این تایپ ها پارامترشون باید متفاوت باشه تا به نتیجه خوب برسی. فکر نکن اگر این اوکیه پس روی ساینم اوکیه. دیگه متوجه شدی زیاد توضیح ندم. یعنی سرعتش خیلی زیاده، بکنمش 14 خیلی خوبه. آتیش ما یه چی نداره، آتیش ما چند لایه است. روی این یه کلیک کن، کنترل دی بزن، یه ذره اینو کوچیکش کن. آها یه ذره هم از بالا. حالا میتونی اینجوری هم کوچیک کنی، همینجوری هر جوری که مشتاق باشی میتونی اینو کوچیک کنی. ولی خب اگر از اول یه کلیک این آدم رو این بزنی، از طریق این قرمز ها، این مربع ها، میتونی بهتر اینو کوچیک کنی. روی این کلیک نکن، روی این مربع ها کلیک کن که به خوبی اتفاق بیفته. حالا نگاه کن رنگ اینو بیا عوض کن. چجوری؟ یه فیل بهش بده.
فیل FILL ایناش تو بخش جنریت یه رنگه، چه میدونم زرد مثلا اینجوری. ببین حالا یه آتیش باحال داریم، خیلی بامزه است. میتونی دوباره یه دوپلیکیت بگیری از این، روی این کلیک کن یه دوپلیکیت، دوباره یه کمی کوچیک‌ترش کنی اینجوری، یه کمی هم بیارش پایین. آها فکر میکنم خوبه، یه ذره ارتفاعشو بیشتر کن. فکر میکنم خوب، چرا اینجوری میشه عزیزم؟ اینقدر ناخلف بازی در میاری. فکر میکنم الان خوبه. حالا دوباره یه فیل به این بده که نمیخواد فیل قبلیه با این اعمال شد، چون ما از این دوپلیکیت گرفتیم دیگه، روی اینم یه فیل بود، واسه همین دیگه فیل نمیخواد. اینم یه ذره دوباره روشن‌تر. ببین یه آتیش خیلی باحال و قشنگ ایجاد شد. باز میگم با پارامتر بازی کن. خیلی خسته شدم، امیدوارم که از این کلیپ لذت برده باشی، ولی خوشحالم از اینکه نتیجه داد. و وقتی من خوشحال تر میشم که تو همینو بسازی و تو اینستاگرام واسه من بفرستی، قطعا لذت میبرم و در واقع استوری میکنم بهترین هاشو. خیلی خوشحالم از اینکه پای این کلیپ نشستی. من حمید سهرابی ام. اگر هنوز مشترک کانال من نشدی از همین پایین کانال ما، اگر مشتاق بودی سابسکرایب کن، لایک یادت نره، شیر واسه دوستات. و اینکه دوتا کلیپ مرتبط دیگه بهت معرفی میکنم، اگر دوست داشتی بشه اون دوتا کلیپ هم ببین. من حمید سهرابی ام و تا اتفاقات بعدی و کلیپ های جذاب دیگه، ارادت.